یعنی الان که شما آمدید تو مسجد شیطان اجازه داد؟ گفتید جناب آقای ابلیس من میخوام برم نماز جمعه، شما اجازه میفرمایید؟ راضی شد که شما بیاد امروز؟ دوست داشت که شما امروز بیاد نماز جمعه؟ جوابش چیه؟ نه، شیطان قسم خورده است، دوست نداره. چطوری آمدید؟ سر به سرش نذاشتید؟ آیا زور داشت که مانع شما بشه؟ نه، در جا کمرش خورد کردی، با وضو آمدید تو خانه، تو خانه خدا رو به قبلی ایستادی. به همین راحتی ها، به همین راحتی. پسرم شما بیا. شما سلام، چند سالته؟ 11 سال. هنوز بالغ نشده. اونا چند سالشن؟ اونا دیگه نمیدونم چند سالشه. 3 سالشه. شما بیاید، هر دوتاتون بیاید، هر دوتاتون بیاید. بیا پسرم، این 11 سالشه. این چند سالشه؟ 4 سال. 5 سال. این 3 سال. این نماز جمعه آمده 3 سال، 5 سال، 11 سال. خب نماز جمعه وضو میخواد. من تو چند سالمونه؟ اینا هنوز معصیت نمیدونن. اینا برایشون درجات نوشته میشه. تو بزرگی که بالغ شدن اینا همه پای ثواب برای اینا نوشته میشه. و تو حساب پدر و مادرشون. شما دوست ندارید بعد از رفتن خودتون اینا جایگزین شما باشن؟ علما میگن اگر مسجد جامعه یا مسجد یومی رفتید که از این سن تو مسجد زیادن، نصف جمعیت اینان، ریش سفیدا باید بگن الحمدلله نسل آینده این مسجد آباد میکنن، شهر آباد میکنن، نسلمون، ذریه‌مون ذریه مؤمنی هست، خداجو و دین طلب هست. خیلی مهمه، ما باید به اینا مجال بدیم. اگه امروز اینا رو سرفکنده کردیم، از مسجد ترد کردیم، دیگه هیچ وقت رو به مسجد نمیان. با رفتن پدرها و ریش سفیدا، اونایی که صف اول پر کردن، مساجد خالی میشه و سبب خالی شدن مساجد ما بزرگترا بودیم که اینا رو میهیب دادیم. اینایی که نه مکلف هستن، نه تکلیفه، نه چیزیه، با درسی برای ما باشن، الگوی ما باشن، با جان و دل آمدن، حتما غسل جمعه هم زدن. برید عزیزم، پس دوست داریم که همیشه با وضو باشیم؟ دست خودمونه، شیطان کاری نمیتونه بکنه. شیطانو هیچ موقع بهانه نکنیم. خیلی زورش ضعیفه، زورش به افراد ناتوان میرسه، یه چیزی در گوششون میگه، راه میافتن دنبالش.